21 سال مبارزه، امروز همون محمدی که ما بیرونش کردیم، مال و اموالش مصادره کردیم، 10,000 مجاهد داره آمده که مکه رو بگیره. فکر میکرد که محمد مثل خودشه، چون قدرت دستشه، شمشیر دستشه. اسلام دین شمشیر نیست، دین قلمه. نون و القلم ما یسترون، دین معرفته، دین محبته، دین صفا و صمیمیته، دین خیرخواهیست. اسلام یعنی پرچم سفید، اسلام پرچم سرخ نیست، پرچم خون نیست. بله. این مرد و زن با هم دیگه صحبت میکردن، بعد یک دفعه یکیشون به دیگری گفت، حالا مهم نیست، دو تا جمله گفتن. ابو سفیان به زنش گفت، زن، روزی که محمد رو از مکه بیرون کردیم، دل اهل مکه هم با خودش برد. زنش بهش گفت، مرد، بعد از 21 سال مبارزه من میبینم که اسلام از کانال دل وارد میشه، دل رو تسخیر میکنم. بعد آمدن پایین. فرداش صبح شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه، به 10,000 مجاهد، میتونستن که مکه رو به خاک و خون بکشونن، ولی اون که ملوک نیست، اون پیغمبره، اون رحمتا للعالمینه، فرق میکنه با ملوک دنیا، پادشاهان خودخواه و متکبر دنیا، فرق میکنه. اون رحمتا للعالمینه، حتی برای ملوک و پادشاهان دنیا هم رحمتا للعالمین بود. گفت کسی شمشیرش نشونه کسی نده تو مکه، که او حب انتقام بیاد. شمشیرها تو غلاف. جلو افتاد، یه چوبی دستش بود، این آیه رو تلاوت میکرد، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، باطل نابود شد، ناپدید شد. ان الباطل کان زهوقا، حق مندگاره و باطل ناپایداره. بعد وارد شد، رفت با همون چوبی که دستش بود، فکر جاهلی رو سرنگون کرد. اونجا بت‌ها رو سرنگون کرد. بت یعنی چی؟ یعنی افکاری که تبدیل به بت شده بود در درونشون، بعد تبدیل به سنگ شده بود. اول این بت‌ها در درونشون شکل گرفته بود، بعد آمده بود بیرون، بعد میزد تو شکم بت‌ها، سرنگونشون میکرد و میگفت قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بعد رفت روی پله بالا ایستاد، خود بخون سخنرانی کرد، موعظه کرد. حالا اهل مکه همه ایستادن، سکوت و فرما شد. گفت یا معشر قریش، ما تظنون انی فاعل بكم اليوم، شما چه گمان میکنی درباره من؟ 10,000 نفر همراهشا، امروز من چه کار میکنم در حق شما، در برابر شما؟ یک نفر بلند شد از وسط از کفار، گفت اخون کریم و ابن اخن کریم. سبحان الله، 21 سال با او جنگیدن، بیرونش کردن، ولی اونو میشناسن، میگن اخون کریم و ابن اخن کریم، تو برادر بزرگوار و با گذشتی ما هستید و بزرگواری و گذشت رو از تو سراغ داریم، و ابن اخن کریم و پسر برادر کریم و بزرگوار و با گذشت. پیامبر نگفت حتی مسلمان بشید، خوب دقت بکنید، اسلام تحمیلی و اجباری نه، نفاق ایجاد میکنه. گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، همه تون برید که آزادید. وقتی عفو عمومی صادر کرد، حالا کسی نمیره. گفتن این عظمت فقط در اسلام، همه اونجا رو به قبله علم و ادب و اخلاق و بزرگواری ایستادن و گفتن این اخلاق زمینی نیست، این اخلاق بالاست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. جالبتر از این، ما وقتی کسی به ما بد کرده، بد ضعیف می شود، ما انتقام از او می گیریم، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم از این صاحب منصبان انتقام نگرفت. آمد 3 تا جمله گفت. گفت هر کسی به مسجد الحرام پناهنده شد، در امانه. هر کسی رفت به خانه خودش پناهنده شد، در قفل کرد، در امانه. و هر کسی پناهنده شد به خانه ابو سفیان بزرگ مکه، در امانه. یعنی ابو سفیان کاری کرد، اون بزرگ بود، نگفت بهش مؤمن بیا مسلمان بشو، گفت هر کسی به خانه ابو سفیان بزرگ قریش هم پناهنده شد، اون در امانه. اونقدر بهش احترام قائل شد که ابو سفیان دیگه تسلیم شد.
در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. برای جوانان ما، چون جوانان نیروی زنده فردای وطن هستند، شما چی نظر دارید و چی گفتنی هستید؟ اروپا و غرب کشور پیره، جهان اسلام جوانن. مثلا ما در کشور ایران عزیزمون، اسلامی عزیزمون، 70 میلیون جمعیت داریم، بالای 50 میلیون جوان داریم. 18 میلیون نفر فقط دانش آموز از اول تا دانشگاه، که 7 میلیونشون متوسطه و دانشگاه میخونن. 7 میلیون متوسطه، یعنی 18 میلیون فقط دانش آموز و دانشجو داریم. کشورهای اسلامی کشورهای جوانن، و جوان یعنی سرمایه پایدار، سرمایه طولانی. یعنی دانشمندان غرب و اروپا بالا سنشون از 60 به بالاست، 50 به بالاست، ولی دانشمندان ما از 30 25 30 الان به بالا هستن. یعنی خیلی ما مجال برای رشد و پیشرفت داریم. صحبت من اینه که دید ما و دید اسلام به جوانا به عنوان یک سرمایه پایدار ملی است و اسلامی است. خب جوانا دیگه خودشون تشخیص بدن که این دید ماست، امید ما یعنی جوان و نسل آینده. خب این امید زمانی تحقق پیدا میکنه، تحقق بخشیده میشه، و زمانی این سرمایه تبدیل به سرمایه واقعی میشه که این شخصیت جوان شکل بگیره. اول با تعهد، بعد با تخصص. من خلاف این مقوله هستم که ما پزشکان و مهندسان و متفکران لازم داریم، اما بی تقوا لازم نداریم. پزشک بی تقوا، مهندس بی تقوا، متفکر بی تقوا. ما دو تا مقوله داریم: تعهد و تخصص. طلبه هایی که از دنیا خبر ندارن، عالم دین هست، نماز میخونه اما از دنیا خبر نداره، این بازم ما مشکل داریم. متخصص هست، متفکر هست، اما از دین دوره، اینم نه. متخصص و متعهد یعنی کسانی که هم پایبند مسائل دینی باشن و اخلاقی و ارزشی باشن، و هم چی؟ و هم اهل فن و تخصص باشن. من دوستی داشتم از مناطق شیراز، پیرمردی بود، ایشون هجرت کردن به امارات. ایشون تعریف میکرد از فرزندانش، میگفت روزی که فرزندانم میخواستم بفرستم آمریکا برای تحصیل، 3 تا پسر دارم، گفتم دست بده بابا، من کل زندگی میفروشم خرج تحصیل تو میکنم، کسب علم تو در آمریکا میکنم، تو هم یه دست به من بده، وقتی رفتی اونجا فقط درس بخونید، نرید اونجا کاباره، بار، سیگار بکشید، رقص بکنید، نمیدونم دیسکو برید، کارهای دیگر بکنید، بعدم یک زن مسیحی با خودت بیارید تو به عنوان همسر. دنبال علم باشه. دنبال علم. میگه پسرم دکترای ژنتیک گرفت، یک نخ سیگار در اون 15-16 سالی که تو آمریکا بود که همه چی آزاده، یه نخ سیگار نکشید. بعد سیگاری نشد. سیگاری هم نشد. دکترای ژنتیک گرفت، برگشت گفت بابا منو داماد کن. یکی از دخترای مؤمن منطقه خودمون، هم دین خودمون، هم کیش خودمون. دو تا پسرام دیگه رفتن آمریکا، دکترای شیمی گرفتن، آمدن لب به سیگار نزدن. 3 تا پسر، یک دکترای ژنتیک، 2 تا دکترای شیمی، مؤمن. میگفت این سرمایه، من تعهد دادم، اونام تعهدشون عمل کردن، درس خوندن، برگشتن، هر 3 تا پروفسور شدن. من توصیه من اینه که جوانا درس بخونن، مطالعه مفید داشته باشن، وقت بذارن برای درس خوندن، هدفمند درس بخونن و